خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی و آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی هم از همین شهر به ما پیوستند. با سمیرا شروع میکنم. سامانه دفاعی مهمی هست. چه تصویری به ما میده از میزان آمادگی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها دارن انجام میدن در آستانه یک واکنش احتمالی به حمله بالستیک ایران؟ فرداد، اون چیزی که به ما نشون میده استقرار سامانه دفاع موشکی تاد این هست که ایالات متحده بیش از پیش و به شکل عمیق‌تری در تنش‌های منطقه‌ای داره درگیر میشه، و دیگری این هست که به نظر میرسه این گمانه‌زنی‌هایی است که اینجا در رسانه‌های ایالات متحده داره مطرح میشه، این که ایالات متحده انتظار داره پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل پاسخ بزرگ و قابل توجهی باشه. به همین خاطر که تصمیم گرفتند تاد رو با 100 نیروی نظامی ایالات متحده در خاک اسرائیل مستقر بکنن. از 7 اکتبر به بعد یک سامانه تاد دیگر هم ایالات متحده به منطقه فرستاده بود، اما مشخصا در خاک اسرائیل مستقر نشده بودند، در یکی از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه بودند، و این امر یک امر بی سابقه است که 100 نیروی انسانی هم ایالات متحده بفرسته. و جمهوری اسلامی هم خودت گفتی که تهدید کرده که خون سربازان اسرائیلی خواهد ریخت. نشون دهنده تنش بسیار زیادی است که در منطقه وجود داره در شرایط فعلی، و با این کاری که ایالات متحده کرده البته روشن نیست که این سامانه رو خواهند فرستاد. ممکنه که پیش از این که به شکل رسمی این رو اعلام کرده باشن سامانه رو فرستاده باشن. مقام های پنتاگون میگن که 1 هفته زمان لازم هست تا سامانه تاد رو بتونن مستقر بکنن، نیروهای نظامی خودشون رو به اونجا برسونند. اما بلومبرگ داره میگه که فردا، یعنی سه‌شنبه شب، این سامانه آماده استفاده خواهد بود، به خاطر اینکه میگه یک مسئله حساس نظامی است. البته که ما زمان دقیق ارسال این سامانه رو نمیدونیم، و البته که نمیدونیم دقیقاً در کجا این سامانه مستقر شده. اما اگر نگاهی بیاندازیم به باقی تحولات منطقه‌ای، فردا در شرایط فعلی آقای عراقچی یک تور منطقه‌ای داره. روز امروز در عراق بوده، به اردن خواهد رفت، به مصر خواهد رفت، و یک نکته‌ای که اشاره کرده، میدونیم که خب این سفرهای منطقه‌ای رو بخشش رو به این خاطر داره انجام میده که رایزنی بکنه با کشورهای مختلف. در یک هفته گذشته ما اخبار بسیار زیادی شنیدیم که در تلاش هستند، که عصبی هستند، در تلاشند که ببینن کشورهای منطقه چه میتونن بکنن تا جواب اسرائیل جواب محدودتری بشه. اگر محدود نبود چه میتونن بکنن که از جمهوری اسلامی محافظت بکنن، کمک بکنن. این سفرها علاوه بر اینکه راجع به این مسائل هست، میشه به این فکر کرد که یک رایزنی های پنهانی هم با ایالات متحده بوده باشه، مخصوصا در سفری که به مسقط داشته آقای عراقچی. بحث این که به هر حال ممکنه که قطر براش حاوی پیامی از ایالات متحده بوده باشه. الان صحبتی که عراقچی میکنه این هست که هیچ سودی در ادامه مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا وجود نداره با توجه به تنش‌های منطقه‌ای، و گفته که این مذاکرات هم فعلا لغو شده به خاطر تنش‌هایی که وجود داره. ماهای گذشته این مسئله رو بارها پوشش دادیم که مذاکرات غیر مستقیم و مخفیانه در جریان بود. ایالات متحده هرگز این رو نپذیرفت و گفت ما راجع به این که مذاکره میکنیم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صحبتی نمیکنیم، هر کاری که لازم باشه برای مقابله با جمهوری اسلامی انجام میدیم، از جمله اینکه بریم باشون صحبت بکنیم. اما الان عراقچی میگه که این مذاکرات متوقف شده و سودی هم نداره با توجه به شرایط منطقه. از طرف دیگر هم شنیدیم که رئیس شین بت سفر کرده به قاهره، به مصر، با عباس کمال رئیس امور اطلاعاتی مصر دیدار کرده، و آقای عراقچی هم به مصر خواهد رفت. آیا اینها راجع به تحولات منطقه با هم پیغام و پسخامی انجام خواهند داد؟ هیچ کدوم اینها روشن نیست. آنچه روشن اینه که عراقچی و جمهوری اسلامی دارند با این تورهای منطقه تلاش گسترده میکنند تا بتونن جواب احتمالی اسرائیل رو کوچکتر بکنن. از طرفی هم شنیدیم که آقای نتانیاهو احتمالاً امشب دوشنبه شب به وقت محلی یک جلسه محرمانه با کابینه امنیتیش داشته باشه تا راجع به جوابشون به جمهوری اسلامی بخوان با هم صحبت بکنن. آقای آرامش، میدونم که این کمک سامانه دفاعی تاد به اسرائیل در ظرفیت دفاعی هست، اما فارغ از اینکه در چه ظرفیت آمریکا کمک بکنه، این جنگی که الان اگر اسمشو بزنیم بین ایران و اسرائیل شکل گرفته، به نظر میرسه که خواسته یا ناخواسته پای آمریکا رو هم دیر یا زود به میان خواهد کشید. اینطور نیست؟
به میان کشیده، مگر جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش سه سرباز گارد ملی ایالات متحده از ایالت جورجیا رو در اردن همین چند ماه اخیر نکشتن؟ مگر حتی قبل از اینکه حماس حمله بکنه به اسرائیل در 7 اکتبر سال پیش، مگر در سالهای گذشته گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق چه میکردن؟ مگر حمله نمیکردن به پایگاه نظامی ایالات متحده؟ مگر حمله نمیکردن به نیروهای ویژه ایالات متحده؟ مگر اصلا آقای پرزیدنت ترامپ موقعی که دستور کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همراهان او رو داد، مگر او به خاطر تلافی حملات نیابتی جمهوری اسلامی به منطقه سبز، به سفارت ایالات متحده و بعدم نقشه کشیدن برای حملات مکرر آینده، مگر برای این نبود؟ این که بگیم اصلا به خاطر این قضیه الان ایالات متحده وارد این قضیه شده، شاید یه مقداری کم لطفی باشه. نه، ایالات متحده همیشه مورد تیرس جمهوری اسلامی بوده، چون جمهوری اسلامی نمیخواد ایالات متحده در منطقه باشه. ایالات متحده هم در بعضی مواقع پاسخ مناسب داده، ولی در اکثر مواقع پاسخ مناسب نداده. از اول حمله ایالات متحده به عراق در ماه مارس سال 2003، فروردین سال 2003، جمهوری اسلامی اول با حمایت از گروه‌های مختلف شیعی به خصوص جیش المهدی، بعد هم با حتی حمایت از گروه‌های مختلف سنی، یعنی هر کسی که می‌خواست آتش بکشد به نیروهای ایالات متحده، جمهوری اسلامی به اونها کمک می‌کرد، اسلحه می‌داد، تعلیمات می‌داد، اطلاعات می‌داد. و الان هم می‌بینید که با وجود اینکه بعضی‌ها می‌خوان این رو اونطور وانمود بکنن که بله، حمایت ایالات متحده از اسرائیل در این مقطع هست که باعث شده که جمهوری اسلامی مثلا اخطار بده که ایالات متحده درگیر قضیه نه، قضیه کاملا مشخص است، یعنی این مال دیروز و امروز و پریروز نیست. اما آنچه که ایالات متحده داره میکنه و کار درستی هم دارد میکند، حمایت مستقیم از متحدینش. ایالات متحده پوشش هوایی به جای رو فراهم کرده در منطقه استفازی سنترال کماند یا همون فرمانده مرکزی، به خصوص در قطر، بحرین، امارات، عربستان سعودی، و الان هم با قرار دادن این موشک‌های فد که عملاً موشک‌هایی هستند که در دفاع ضد موشکی، در موشک‌های بسیار پرسرعت و دوربرد، یعنی با ارتفاع خیلی بالا، عملاً موشک‌های بالستیک رو میتونن جلوگیری بکنن، دارد یک پوششی برای اسرائیل به وجود میاره که از طرفی هم جمهوری اسلامی بگه یکم پشت اسرائیل وایستاده، ولی دوم که خیلی هم مهمه اینه که در حمله متقابل جمهوری اسلامی، اگر اسرائیل حمله کرد و اونا خواستن حمله بکنن، باز تلفات و خسارات به مراتب کمتر خواهد شد. و نکته آخر، جمهوری اسلامی اگر این دفعه موشک پرانی کنه و احیانا بزند به چند سرباز یا ملوان یا خلبان یا تفنگدار دریایی ایالات متحده رو بکشد یا زخمی بکنه، اون موقع بالاخره ایالات متحده اینجا میتونه پاسخ بده. ولی آره، این چیزیست که ایالات متحده عملا دارد به عنوان یک گارانتی برای اسرائیلی‌ها فراهم میکنه، چون دیدیم که این گنبد آهنین با وجود اینکه یک گنبدی است بسیار کارآمد، اما میتونه در جلوگیری از موشک‌های بالستیک، موشک‌هایی که میرن بالا و با ارتفاع میافتن پایین، عملا به خصوص خیلیشون از جو خارج میشن و با سرعت بسیار زیاد وارد جو میشن دوباره و فرود میان، میتونه کارآمدی آنچنان نداشته باشه. و خب این سیستم های فد عملا دقیقا سیستمی است که بتونه مقابله بکنه با این چنین موشک های مدل شده از شوروی و کره شمالی و چین، که دقیقا موشک هاییست که جمهوری اسلامی داره. ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی همکارم در واشنگتن و همینطور آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی هم از پایتخت آمریکا.